انفجار بمبی در ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی سوریه در شهر دمشق 3 مجروح به جا گذاشت. این انفجار که در طبقه سوم ساختمان رخ داد، برنامه‌های تلویزیونی را دچار اختلال کرد، اما پخش آنها قطع نشد. شبکه تلویزیونی الاخباریه که یک شبکه حامی حکومت سوریه است، تصاویری از خرابی‌های بجامانده بر اثر این انفجار را پخش کرد. چند روز قبل افراد مسلح در شهر حلب به ساختمان تلویزیون دولتی سوریه حمله کردند. این مرد که به نظر میرسد از حامیان دولت است میگوید تصاویر گویا هستند. آیا این آزادی و دموکراسی است؟ آیا این خواسته ای کسانی است که به دنبال اصلاحاتند؟ این خرابی ها بیانگر مرام آنهاست. وزیر اطلاعات سوریه قطر، عربستان سعودی و اسرائیل را در این بمبگذاری مقصر دانست. ساعتی پس از این انفجار تلویزیون دولتی سوریه از برکناری ریاض حجاب، نخست وزیر این کشور خبر داد که 2 ماه قبل منصوب شده بود. دولت اردن تایید کرده است که آقای حجاب به همراه خانواده‌اش به این کشور فرار کرده.